شکر آقای مزه، چی فکر میکنین؟ سران حکومت وحدت ملی چرا با هم توافق نظر نداره؟ به چیزی که آقای فرنگ هم اشاره کردن، عمله بر یمن، آقای احمدزی امایت خود اعلان کردن و آقای عبدالله برعکس قضیه. چرا این دو دستگی بین از این دو رهبر وجود داره؟ اول فکر میکنم در سوالتان یک تفاوت است. دکتر سیب عبدالله نبود، مشکل نداشت، آقای محقق مشکل داشت، نه دکتر سیب. اما از طرف از تیم صدا برآمد. شما نمیتونید کرده که اینجا هر کدام این تیما تیمای مفکوره ای نیست جان، که از نگاه مفکوره به یک حزب مختلف داشته باشه. این مشکل ای جامعه داره و یک نفرش گاگای فردی چی میکنه، مهرم رئیس اجرایی و شخصی که دو مکت به حساب چی دکتر سیب عبدالله است و قسمت با دستدن اینا یک مذاق وطنی هم میکنم در می قسمت. آقای فرنگ هم سر از اینکه چیست در افغانستان یک وقت میگفتن که یک آدم من است، من به حساب سیر چیز اینا بازو اگه صدا داشت و یک گپ داشت و اینا، خوب یک چند نفر میتونست کرده که آرامش بسازه برش بره یا اینا، مو اصطلاح وطنیش هم بین پشتونا من یا سیر بود. حالا خوب هر کدام از این سخنگوی داره با سخنگوی، از این سخنگوی داره با سخن، یعنی چارک و نیم چارک و سنگ چارک و اینا را که قطار کنید به حساب وطنی جمع کردن گپ هم بسیار مشکل است. پس میام سر از اون گپ پیشتر خود که اول حکومت حکومتی نیست که تابل جمع شده باشد، از مفکوره مختلف است. مرم بین دو شخص، هم دکتر عبدالله هم بین رئیس جمهور، هیچ نوع مشکل از نگاهشی نیست. شش ماه گذشته حکومت را که آقای کرزی به اینا سپارید تنها 150 میلیون دلار در بودجهش بود که امور صدایش هم نمیتونستن کشیده تا که برابر کردن که چی رقم بودی جا و اینه خدا. اگر تیت هم میکردن این گپ دایی چند ما فکر میکنم دیگه حکومت هم سقوط میکرد، بر از همو برابرش کرده بودن. در مابین خود حکومت اشخاص هستن که انوز هم به دوسیه حفظ شدگی و دیگه و اینه خود خوب به این مطمئن هستن که همین قرار داده ایره که شوانه دکتر سیب عبدالله و رئیس بیجرایه و رئیس جمهور میشینه و هر کدام از ایره دانه به دانه چک میکنن بر آمده میره دوسیه از اینه و جلوگیری در این قاط. اگر بگویم که دور رئیس جمهور هم در این دوزان است هستن برم، دلیلش چیست که یک تفاوت هم بین دیدگاه جامعه و عکس العمل جامعه وجود داره. اجازه بدید من جمله رو تشریح کنم. وقتی که باز سوالات هم به یک او نه نمیشه. ببینید جامعه ما توقع از این داره که هر کسی که به دوزی گرفته میشه دیگه میشه امور روز به دار آخته شه. این اصطلاح محکمه صحرایی است. اگر میخواین که پس مراجعه کنین با از میدیا گرفته تا جوان اینا، اگر میخواین که پس به قانونیت به مشروعیت و اینا مراجعه کنین، قانون مراحل داره. شما باید به محکمه اول رفتیم، به محکمه دوم، به محکمه سوم، به استیناف و اینا. حال مسئله این اجازه بده که جمله خلاص شد، اگر نه غیر از اون معنا نمیتونست در هر گپ کرده. مسئله سر تعقیب مسائل مهم است که یک جامعه رو تغییر بده. اگه خواست جامعه افغانی به این رقم است، به این جیب خالی و به این جنجالا که یک شو خو کنه و صبح کلش چی شوه، این است. درست است که جهتیابی را چیز فام افغانستان و حکومت هم نداده و در بین حکومت هم کلش زیادتر در فکر عزیز که کدام چوکی خوبتر بر از او میرسه و کدام لندکروزر مقبولتر بر از او میرسه. اگر از این منطق من وقتی که بس سر دو شخص میاد هر دوی از اینا همکاری خود کاف نشه، منم تیمایی که دور از اینا جمع شده بود از روز اول برای منافع شخصی خود جمع شده بود، نه برای بخاطر مملکت. اما مردم از یخن این دو رهبر میگیره، اینا هستن که تصمیم باید بگیرن، اینا هستن که باید کنترل بکنن. ببینین شما جواب سوال میکنین جواب نمیشنوین، اگر نه همین سوال نمیکردین جواب پیشتر مرا اگر پس پرتی نسته پو اینا برتان امیره میگه. ببینین هیچ رئیس جمهور یا رئیس اجراییه در ظرف 10 دقیقه کس را اعدام کرده نمیتونه. این محکمه صحرایی نیست، این دولت طالبان. وقتی که خواست میدیا، خواست جوان تعلیم یافته امروز عین دعوای محکمه صحرایی است، نه حقانیت اینا. این جناب آرنگ سب چند دفعه آن گفتیم چند سال میشه که یک ادعا هست مرم محکمه درک نداره. چرا
چند دفعه شده که از میدیا اینا ادعا کردن اینا. منم چرا نمیرم پشت سر از امون مراحل قانونی که اینا جهت بده؟ هر روز خبر داغ دارن که فلانی آدم دوز است. کدام دفعه کدام میدیایتان شده که تعقیبش کنم؟ کدام نسل جوانتان استاد شده صد نفرتان پیش روی یک رشوت خور که بگه من نمیتونم دا ولایت؟ ببینین جامعه بسته چی نیست، دو نفر نه که دوک نفر هم دارین که به حکومت برش بسپارین تا که خود جامعه هم با قانونمندی. اما میاله پیشتر که من نمیدم در چیز اینا دیشا در موجی بود با غور رئیس معرفه بچه شما یک شهرک کشته دادن، سه نفر با محکمه سرایی کشتن. آیا امی رقم پس باز قانونیت و مشروعیت و این همه؟ خب از آدرس ریاست اجرایی مستقیم گفته میشه که توافقنامه حکومت وحدت ملی نقض شده از سوی ریاست جمهوری. پس به معنای یک تیم مکملی گپ میزنه. ما از آدرس ببینید من پیشتر امور به مزاق گفتم، همین جمله ما بود که چارک و نیم چارک و سنگ چارک. من آقای سنگ چارکی رو خوب میشناسم، کاظمیس بس دوستای نزدیکی با بود، خدا غریق رحمتش کنه، و از آدمایی بود که در جامعه سادات آل تشیع افغانستان از چهره خاصی بود که غیر به نزدیکی مملکت کوشش میکرد. در کابینه فکر میکنم همراه آقای فرنگ هم امکان در همراه گپ موافق باشه. مهرم تیمی که از او بجا ماند بسیار تیمی نیست که حین آدم باشه یا حین باشه، تنها برای خواست ریز اینا خود منافع. این یک بس که باز سر آقای حقیق یا سر امروز مثلا اگه باشن که دو طرف ها باید گفت بره که اطمر مندازه یا زاخیل وال مندازه یا دگه مندازه خونه هم منافع خود دارن در او تیم که اطورم نشه که من یکیشه میگم دگهشه نمیگم. این زیادتر از این قسمت ها را اگه تحلیل کنین سر منافع شخصی اشخاص میگرده. تشکر آقای